حتما بین اینا یه چیزی بوده، مطمئنم. وقتی تو یه جا با هم شروع به کار کردن، صبح و عصر همدیگر رو میبینن. این همه همدیگر رو دیدن و به هم وابسته شدن که خجالت میکشم بهت بگم. دختر، مگه یارو متأهل نیست؟ متأهله، اونم نه اینطور عادی، 20 ساله که متأهله. باورم نمیشه تو این دنیا چه آدمایی پیدا میشن. کسافت. خب بعدش؟ بعدش اینا با هم نزدیکتر میشن، اما یه روز زنش مچ اینا رو میگیره تو یه تخت، اونم از شانس بعدشون رو هم دیگه. بعد یارو چیکار میکنه؟ انکار میکنه. ببین میدونی چی میگه؟ میگه صحنه یه فیلمو کار میکردیم. زنش میگه این چه صحنه ایه که شما کسافتو فیلم بازی میکنید؟ بلیت یارو رو میبره همونجا. این جلو و زنش هم دنبالش میدوئن تو کوچه های جهانگیر. خدای نه دیگه، قسم بخور. والا راست میگه. چه رسالتی. چه بلیتی دختر؟ بلیت دیگه، باهاش میرن سینما. باورم نمیشه به خدا، خیلی بی ادبین. اینجا منم مثل شما بی ادب میشم. شما اینجا میگین و میخندید، اما کی میدونه زنه چقدر ناراحت گناه داره؟ دختر، موهاتو که کوتاه کردم یکم روشنشونم کنم؟ نه 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 مرسی، نمیخوام. شوهرم اینطوری منو خیلی دوست داره. باشه بابا، تو هم هی با این شوهر گفتنات هی داره یه سره میگه شوهرم مثل گوهر نایاب هندی. همینطوره به خدا. مگه چیه؟ دوست من شوهرشو خیلی دوست داره مگه؟ اصلا نمیذارم به شوهرم چیزی بگیم. آقا حقی، ای چیزه، میتونم امروز یکی دو ساعت زودتر برم؟ به خاطر چی؟ میخوان بیان خواستگاریم، باید زودتر آماده باشه. باشه، برو، مبارکت باشه. ممنون، ایشالله. آره. اول از همه باید ماکارونی رو بذارین توی آب جوش. وقتی که خوب نرم شد اونا رو در میاریم. واقعا این روشیه که من خیلی دوست دارم و من همیشه ماکارونی رو اینجوری درست میکنم. بعد میتونین سویاش رو درست کنین. وقتی که سویا درست شد، ماکارونیتون رو میتونین بکشین توی دیگ و تفت بدین. البته قبلش میتونین یک لایه سیب زمینی زیر ماکارونیتون بچینین. احمد ببینم، تو چه فکری ها؟ البته میتونین بذارین و 30 الی 45 دقیقه ماکارونیتون تفت بخوره. احمد با تو هم من میشنوی؟ این خیلی مهمه که زیر گازتون کم باشه. اگه زیر گازتون زیاد باشه، احمد نکنه مریض شدی؟ بذار ببینمت. تبم که نداری؟ احمد چته، یه چیزی بگو. چیزی نیست، حوصله ندارم. حوصله نداری؟ چرا؟ دلیلی نداره، حوصله ندارم دیگه. احمد بگو دیگه، دیوونم نکن، نگرانت شدم، بگو. امروز با یه مشتری بحث کردم، پسم زد. عیبی نداره عزیزم، فردا میری از دلش در میاری. آره راست میگی، اما نمیشه. با مثل یک هفتار برخورد کرد. دنبال مشاور مالی جوون هستم واسه اینه که حوصله ندارم. ناراحت نشو عزیزم، ولش کن، مگه مشتریت نیست؟ تو هم نشستی به این فکر میکنی؟ ای بابا، کسافت، اعصاب شوهر منو خرد کرده. خودتو جمع جور کن ای بابا. آره عزیزم، نگاه کن ببینم. ماشین رو تازه شستم و واسه تمیزش کردم داداش. زود باش ببینم امشب میتونی پای شیطون رو بشکنی یا نه. چی شده داداش؟ مشکلی هست؟ هی چی بگم پسر؟ این سوده حال منو خوب میکنه، اما آها، یعنی میگی ترسیدی؟ البته که میترسم، دست خودم نیست. پسر یه راست سر میز عقد نمیشینی که، فقط میخوای با خالش آشنا بشی. ببین به چشم خواهری سوده دختر خوشگلیه، هیچ عیبی نداره، مثل آب میمونه ماشاءالله. تو هم بهتر از اون گیرت نمیاد، قول میدم. اگه اینقدر دوست داری برو یکی دیگر رو پیدا کن، باشه ازدواج کن دیگه. رفیق دست به جنبون، ازدواج کن، همه چی تموم شه بره پیکارش. ای بابا، همه چقدر ازدواج کردن رو دوست دارن، دست از سرم بردار دیگه بابا. ببین چی میگم پسر، ببین 150 تا بذار اینو بفروش و یه ماشین قشنگتر بخر. ما هم باید سوار این ماشین بشیم، زشته به خدا.
خاله این چه لباسیه؟ اینجوری میخوای پیش آل بشینی؟ برو لباس توسط ای بابا ببخشید آه انگاری خودش نوه یه وزیر باشه. خالتو تو این لباس ببینه مگه چی میشه؟ فکر میکنی تو رو نمیگیره؟ تو دیگه چجور آدمی هستی؟ اگه بیادم مقصره، اگه نیادم مقصره. دختر زیاد حرف نزن میگیرم میکشم اتا. مگه من میگم نیاد؟ بیاد اما. چرا این بچه اینطور تنها داره میاد؟ من که حس خوبی از این کارش ندارم. تو هم که میدونی حسام بهم اصلا دروغ نمیگن. پس با کی بیاد خاله جون؟ دختر تو همچین وضعیتایی رسمه که با پدر و مادر بیاد، نه اینکه تک و تنها پاشه بیاد. خاله گفتم خانواده‌اش نیستن، رفته روستا. منتظر میموندیم بهتر بود یا الان بیاد. یالا خاله جون بلند شو لباساتو عوض کن، یکم مثبت فکر کن، بزنین بچه انرژی مثبت بگیره. ای بابا استغفر الله، چرا از من انرژی بگیره دختر؟ باشه خاله جونم، برو بهم دست نزن، هوا گرمه، اصلا دوست ندارم. یالا نفس عمیق بکش. من دارم چیکار میکنم؟ نمیتونم. ای بابا آلپ، ازدواج دیگه خره کیه؟ به حرف دختره گوش دادی؟ افتادی تو این کار؟ ولش کن بره پی کارش، همینقدر ساده. آی خاله اومد. آلپ بیا اینجا پارک کن عزیزم، خالیه. باشه حلش میکنم. ای خدا باید تصمیممو بگیرم. بیا اینجا پارک کن، الان یکی دیگه میاد پارک میکنه. دختر چی شده؟ چرا داد میزنی؟ خاله به آلپ میگم ماشینو اینجا پارک کنه. این بچه نمیتونه یه ماشینو پارک کنه، بعدش چطور میخواد شوهرت بشه؟ خاله ببینش تو رو خدا. چیکار کنم؟ ای خدا. نرو داداش، وایسا پارک نکن. عشق من میخواد اونجا پارک کنه. نه پارک نمیکنم. نه ببین داداش، نه داداش تو، نه تو برو، من پارک نمی کنم. برو داداش برو. سوده من نمیتونم، میفهمی؟ ای بابا مگه بار اولته که میخوای پارک کنی؟ اینو نمیگم دختر، ازدواجو. ببین من هنوز آماده نیستم، هنوز خیلی جوونیم، یعنی میترسم. من نمیتونم الان با تو وارد این راه بشم، الان آمادگیشو ندارم. آخ ببین قلبم گرفت. هرگز وایسا میام پیشت، با هم حرف میزنیم. باشه نمی بچه میخواد فرار کنه، چه حرفی میخوای بزنی؟ وایسا معذرت میخوام، من نمیتونم داداش، ببخشید. تو رو خدا تو چرا وایسادی؟ برو دیگه ببخشید. مسخره خدای قلبم. آی من باید همین حالا برم. میکشمت. بیا اینجا. کجا میخوای بری؟ نمیتونم، به خدا نمیتونم. آی زود باش بیا بالا. آل میگم بیا بالا. به خدا داره فرار میکنه. نه فرار میکنه نکن. نمیبینی؟ نه مگه کوری دختر؟ داری کجا میری؟ نرو دنبالش. سوده برگرد حیوان. سوده سوده تا خونه بیا، یه پدری ازت در بیارم دختر. حالا جواب نمیده احمق تیفونه. خیر عزیزم چی شد؟ تنها اومدی که؟ یارورم میذاشتی تو کیفت با خودت میآوردیش، نه که تنها بیایی. احمق انقدر به هم گیر نده. ببند دهن تو. آره چون حقیقتو بهت میگم، به هم میگی خفشو خاله. آره یه آدم درست نتونستی پیدا کنی، 50 بار بهت گفتم اما کو گوشش نوا. خدا لعنتت کنه حیوان بیشرف، چه انصافت. از همون اول بهت گفته بودم که واسه شوهر بشونی. اگه دنیا رو رو سرت خراب نکردم، به پا میفتی و مثل سگ التماس میکنی عمران اگه ببخشمت. من دختر خوشگذرونی نیستم، کثافت. منو خیلی ها میخوان. شماره این یارو چی بود؟
احمد. اینو یادت میاد؟ نه، تازه خریدیش؟ واقعا که احمد، همون پارسال که رفته بودیم هتل خریدم دیگه. آره، یادم اومد. ماشینو خط انداخته بودن. آره آره، تو خطاتو به یاد بیار احمد، منو اصلا یادت نیاد. مژگان خواهش میکنم بی خیال، این سوالا رو ول کن، خیلی خوب شده، بهت میاد، تو روزای خوبی و خوشی بپوشی ایشالله. ارزش هیچیو نداری، انگار میخوام واسه در و همسایه بپوشم. اینم که عرق آدمو در میاره. اگه باش راحت نیستی پس چرا میپوشیش؟ واقعا داری سوال میپرسی یا شوخی میکنی احمد؟ چرا؟ فکر کن ببینم به نظرت چرا؟ نوشت به خدا، نوشت به خدا، نوشت، قسم میخورم. به خاطر رفتار امروز ازتون معذرت میخوام، هر وقت خواستین میتونیم بریم غذا بخوریم. چی شده عزیزم؟ کی نوشت؟ چی نوشت؟ مشتری که امروز منو رد کرده بود، میگه الان بیا کار محاسبات منو بگیر، من براش جواب بنویسم بیام. باشه؟ خب احمد بیا اینجا بنویس. آخه کجا میری؟ تو توالت چی کار داری؟ عزیزم من راحتم، به خدا جام خوبه اینجا، تو بگیر بخواب بخواب. خواهش میکنم، چی بنویسم؟ خواهش میکنم، نمیشه، خیلی حالت بدیه، پاکش کن پاکش کن. نو پرابلم نو پرابلم، که دیگه مال جووناست. خواهش میکنم، چه مشغولیتی، من همیشه مساعدم. اگه راضی هستین فردا بیام دنبالتون، از محل کارتون بفرست بره. بفرست بفرست بفرست. اینو شب میخواد بگیره، از اونجا میخواد منو ببره خونشون. نه نه، گول نمیخورم هرگز. فقط این که تا دیر وقت نمیتونم باشم، خاله جونم اجازه نمیده بعد تاریک شدن هوا بیرون باشم، آخه میترسه. اومد اومد اینطوری مثل یه آقا شب منو میرسونه خونه. خواهش میکنم، این چه حرفیه، هر طور که بخواین. خوب بخوابی؟ میخوای بیا پیشم بخواب؟ جوابشو چی بنویسم؟ برای شما هم. از این به بعد اینطوریه، تا انگشتر رو نبینم اینطوریه. تو هنوز کار بلدی، هنوز کار بلدی، کار بلدی، کار بلدی، کار بلدی. زود باش بیا، انگاری افتادی تو توالت، داری چی کار میکنی؟ اومدم عزیزم، اومدم. پاکش کن، پاکش کن، پیام ها رو پاک کن، پاک کن، زود باش، آفرین آفرین، پاکش کن، پاکش کن. عزیزم یه ساعت واسه مشتری چی می نوشتی؟ عزیزم چی بنویسم دیگه، کار شما افتخار واسه ما فلان و این چیزا، از این جوابای کلاسیک دیگه بابا. آره مژگان بلند شو عزیزم، پایین یکم بستنی بخوریم، به خدا تو دلم یه حسی اومده. احمد دیوونه شدی امشب، چه بستنی خوردنش الان واسه مداد بده آخه. اینو بخور اونو نخور، یعنی بمیرم، من زنده نمیمونم واقعا که مژگانم. احمد آب بخور، بستنی تو گلوت نمونه، بعدش هم بذار جای یخی آب نشه. با کی دارم حرف میزنم؟ شنیدی چی گفتم؟ یارو فرار کرد و رفت. وای برم اینو عوض کنم، حس بدی بهم میده. چیه؟ برای ازدواج آماده نیست، توف به این آدم ها. هنوز از پول تو جیبی باباش استفاده میکنه، تو هنوز برای ما بچه ای. تو کی هستی که از ازدواج کردن با من فرار میکنی؟ یعنی تا جلوی در اومد اما داخل نیومد؟ آره، پدر سگ فرار کرد و رفت. یعنی یه پس فطرت عوضیه. من گفته بودم، نمیخواستم بگم اما بهت گفته بودم. ببین چشمای این بچه داره میچرخه، گفتم این شخصیت ازدواج کردن رو نداره. اما شخصیت داشت، اما میگی من پیدا نکردم. بی خودی حرف نزن، اعصابمو خرد نکن.
باشه عزیزم باشه، واسه تو که پسر کم نیست، شایدم عشق واقعی یه جای دیگه منتظرته ها. من دنبال عشق و فلان نیستم، ازدواج کنم کافیه. قسمتم رسیده به مشاور مالی. کدوم مشاور مالی؟ همون یارو احمد، کیف دستشه. خب تو که از اون خوشت نمیومد، چی شد؟ اسمش کفتار بود؟ اون واسه قبلن بود، بعدش فکر کردم آدم محترمیه، دختر از اینا شوهر خوبی در میاد، سر و وضع خوبی داره، پولم که داره. اونطوری نگام نکن، آدم پولداریه. یعنی کار آلپو میخوای سر یکی دیگه خالی کنی؟ آره هرچی میخوای بگو، اونم زندگی رو یاد میگیره مگه نه؟ از این به بعد من اون آدم قبلی نیستم که دنبال عشق باشه. به آلپم نشون میدم، پسرای احمقو. اگه فکر میکنه پشت سرش گریه میکنم کور خونده. مگه واسه من پسر کمه؟ ببین عصر با مشاور مالی میریم بیرون با هم غذا میخوریم. چیه؟ داری به چی نگاه میکنی؟ تو عصبی شدی سود، عصبی به خاطر اون اینطوری میکنی. به تو چی آخه؟ به کارت برس دختر. ای بابا، نوش جان. دمت گرم، بگیر اینا رو ببر چشمم نبینه. قند نمیخوری داداش؟ خیره؟ گذاشتم کنار، ضرر داره، وجود آدمو خراب میکنه. داداش بعد این سن دیگه میخوای چیکار کنی؟ خریدار خریده و فروشندم فروخته دیگه. امیر انگار یادت رفت من رئیسم. داداش دوست بابام هستی دیگه، هم از بچگی پیشت بودم، یه صمیمیت بینمون وجود داره. نه صمیمیت نیست، من رئیسم. باشه حالا برو. آرایشگاه رفتن یادم رفت. فکش کنار، هنوزم وایساده. داداش موهاتو هفته پیش اصلاح کرده بودی نه؟ پشت سرم حرف نزن، برو به کارت برس، برو زرزری. خب داش احمد، مثل همیشه برات کوتاش کنم؟ نه هر جا مثل همیشه نباشه، این دفعه یه چیز مددار جوون پسند میخوام. از مدل این دوستمون میتونیم داشته باشیم؟ خب میتونی داشته باشی، اما به شما نمیاد راستشو بخوای. چرا نمیاد؟ خب اون یکم مال جووناست. باشه زود باش، از اون میخوام، همون خوبه. مانیکور داری؟ چرا نداریم، مانیکور داریم، پدیکور هم داریم، هر چی بخوای داریم. میخوام از دستام شروع کن، کمپلت برو پایین. باشه خب باشه، شروع میکنیم، بریم دیگه. انگار برای شما درست شده آقا، والا خیلی میاد. اوسا این یکم تنگ شده. تنگه؟ اشکالی نداره، اما فیت نشون میده. پس فیت شده نه؟ دقیقا. کراوات مراوات لازم نداره؟ کراوات نه، دستمال خوبه، همینه. یعنی میگه شد دیگه نه؟ خیلی خوبم شد، انگار یهویی چهرهتون عوض شد. عوض شد، منم الان متوجه شدم. تموم چهرم کاملا عوض شد، خوبه. شاهین جون نوبتو قاپیدم داداش، میخوام با سوده بریم غذا بخوری. شروع نکن، مگه غذا میشه؟ ها ببینم، بلابی زنگ زدی؟ چرت و پرت نگو، سوده دختر پاکیه، میخوایم بشینیم غذا بخوریم، حرف بزنیم. همین. منو ببین شاهین، به مژگان گفتم با تو هستم، سوتی مودی ندی داداش. من این همه سال پشت تو بودم، حالا نوبت توی کارتو درست انجام بدی، فهمیدی؟ باشه پهلوان، اون کارو بسپر به من، تو نگران نباش، من آدم وظیفه شناس و آدم خیلی زرنگی هستم. منو ببین احمد، قبل دیدن اون دختر اون حلقه را از انگشت در بیار. باشه یادم نمیره، حالا اومدن تو اداره هستم. من اداره نیستم، عثمان که هست. آره اون باشه، خدافظ. خدافظ، برو. عثمان بعدن حرف میزنیم. عثمان چه خبره داداش؟ خوش اومدی داداش، بیا بریم اتاق. نه من میخوام برم. چرا اومدی و چرا میخوای بری؟ مضطربی؟ مضطربم؟ انگاری هیجان زده ای. چرا؟ آره هیجان دارم دادا. موهام پدیکور کردم. داداش مانیکورم کردی؟ چه پسرم، مراقب بودن زشته. باشه داداش، عصبانی نشو، من فقط کنجکاوم. چی شده بگو، چه شده؟
نه تو بپرس و نه من بگم عثمان جون، کار خیلی سختیه، خیلی سخته. کدوم کار؟ بعدم بهت میگم، اینا پیش تو باشه، عصر که اومدم ازت میگیرم، باشه؟ بازم داداش جایی میری؟ بعدم بهت میگم، تو پافشاری نکن، تا من نیومدم جایی نری که لنگ میمونم، باشه داداش؟ باشه. خب دیگه من رفتم. برو به سلام. تا نیومدم جایی نری ها. اینجا. خدافظ. تا نیومدم نری. باشه. عزیزم چرا سوپتو نخوردی؟ چون تو دوست داشتی درست کردم برات. عزیزم با شاهینینا مسابقه داریم، اگه چیزی بخوریم نمیتونم بدوم، فهمیدی؟ عزیزم الان مگه وقت مسابقه است؟ مگه نمیگفتی کمرم درد میکنه؟ مگه نگفتی دیسک دارم؟ دیسک چی؟ من دیسک میسک ندارم. تو دیسک کمر منو از کجا آوردی؟ تو هم منو گذاشتی تو مدرسه پیرا مشگان. عزیزم دیروز گفتی کمرم درد میکنه، به خاطر اون گفتم دیگه. باشه منم گفتم که به خاطر کار کردن زیاده. تموم شد رفت، من برم دوش بگیرم. اگه میخوای بدوی عرق میکنی، چرا حالا میخوای دوش بگیری؟ والا باورم نمیشه، داری هر روز مغز منو میخوری. میگم میخوام برم همون، میگی چرا میریزشته. باشه برو. مرسی آقا، ممنون. عثمان، عثمان. بله. کجایی پسر؟ اینجا. منو ببین، وسایل من کجاست؟ رو صندلی. باشه من برم لباسمو عوض کنم. داداش این لباس عوض کردن از کجا در اومد؟ دقیقه نومال چی هستی؟ تو خونه مژگان اینجا. تو به خدا از این سوالای احکامیتون خسته شدم. باشه باشه. گرسنه‌ای بگم چیزی برات بیارم؟ نه نه من میرم بیرون غذا میخورم. ببخشید داداشا، اما شما اصلا عقل ندارید. وقتی غذای خوب خونگی هست آدم چرا بره بیرون غذا بخوره؟ ویلکام بیرون و داخل و به چشم خریدار به داشت نگاه کن ببینم چطوره. حداقل 15 سال جوانتر شدم نه؟ خب به 45 نزدیک شدی اما دلتنگ 20 شدی، البته اگه ناراحت نمیشی. این چیه داداش، تو رو خودت داری چی کار میکنی؟ تو از مد چی حالی ته احمد؟ البته که چیزی حالیم نیست. زنداداش از این مد خبر داره؟ ها؟ تو با تناب شاهین داری میری تو چا؟ داری میری دو دره بازی نه؟ دو دره بازی چیه داداش؟ میخواییم با یه خانوم بشینیم غذا بخوریم. نخور داداش، نکن. ببین زنداداش بچه ها رو بر میداره و ترکت میکنه، میفهمی؟ تنها میمونی، بعدش زار زار گریه میکنی. تو میدونی مجردی چیه؟ میدونی چه فلاکتیه داداش؟ خدای میدونی؟ به حرفای اون شاهین احمق گوش نده. چرا بزرگش میکنی؟ فقط یه شامه دیگه. خب دیگه من رفتم. اوف. والا هیچ دلم نمیخواد. این چه وضعشخه؟ بلند شو برو لباستو عوض کن، برو شرکت، از اونجا هم دوباره برگرد یه خونه و خسته و کوفته. نخواستیم، اصلا دوست نداشتم. خب دیگه چون شوهر مژگان هست هیچ چیزی نمیگم، اما این احمدم خیلی بی عرضه است، بدون تو نمیتونه اون حسابا رو حل کنه. ها حل میکنه، اما من هم باید به اون حساب نگاه بندازم. باشه میدونی که رئیس شدن انقدر آسون نیست. سره عثمان چی؟ اون چرا نمیره؟ چطور بلده همش بگرده؟ اما مگه اونم شریک نیست؟ زن زیبای من، آخه تو چرا انقدر سوال میپرسی؟ چرا انقدر به هم گیر میدی؟ بپرس بپرس. باشه ولی آخه تا کجا؟ یه کار میخوایم انجام بدیم، لطفا تو هم بس کن دیگه. من میتونم وارد موضوع بشم؟ وارد شو، تو رو خدا وارد شو، زود باش حرف بزن. بابا این تلفن جدید منو کی میخریم؟ به خاطر این حرف زدیاره؟ مگه تلفن جدید نیست ها؟ ای بابا چه جدیدی؟ حلش میکنیم عزیزم، حلش میکنیم. هر چیزی که لازم داریم من و بابات حلش میکنیم. مامان عزیزم. نوشه جونتون. غذاشم نخورد و گذاشت رفت. گیر نده. همسر عزیزم، پسر تو این سن کاری که میگی رو نمی کنه. میفهمی چی میگم؟ خیلی لوسش کردی به خدا، خیلی. بایدم لوسش کنم شاهین. یه پسر دارم، یه دونم شوهر دارم. شما همه چیز منین.
شما را لوس نکنم چی کار کنم؟ آخه تو چرا انقدر خوشگلی ها؟ خیلی عزیزی برام. فدات بشم، فدای خنده هات. شیرینی نخوردم، از اون شیرینی برای یه شب آماده کن باشه؟ شب تو تخت خواب میخوریم با هم. اگه زود بیای میخوریم، اگه دیر بیای خودم میخورم و میخوابم. باشه. گارسونو تو رستوران به اسم صدا بزن احمد، چون مجردی هر روز اونجایی. میفهمی چی میگم؟ دختر از این کار خوششون میاد خیلی. مرت عزیزم، دوتا منو برامون میاری؟ هر شب میام اینجا با بچه ها و گارسونا اینجا آشنا شدم. من تا حالا شب بیرون نرفتم، اینجاهارم اصلا بلد نیستم. خالم هم نمیذاره، چون تو محله ما خیلی حرف در میارن، به همین خاطر از این چیزا کنارگیری میکنیم. اما نتونستم شما را رد کنم، وگرنه تا حالا با یه مرد تنها نرفتم بیرون. والا سود خانم اینطور قرارا زیاد جز اخلاق من نیست، اما وقتی شما رو دیدم تو کاراکترم یه تغییر ایجاد شد، نفهمیدم چی شد. من نمیخوام، شما تصمیم بگیری. به من بدهش. نه قرمز میگم. خب من اصلا عادت ندارم. نگران نباشین، سبکترینش رو انتخاب میکنم. باشه مرت عزیزم، از این بیار، از همون همیشگی زود باش. هوام خیلی عجیب گرمه، نه؟ آره واقعا. خب کارا چطوره؟ خوبه خوبه، مال شما؟ خوبه خوبه، حساب کتابه دیگه. یکم از خودتون بگین، مثلا تو زندگی روزمرتون چی کار میکنی؟ والا چی کار کنم، از خونه به کار و از کار به خونه. یعنی خیلی دوست دارم تو خونه وقت بگذرونم. دقیقا مثل آره، مثل شما. دیویدیو میندازم، کتابمو باز میکنم و میگیرم میخونم. چقدر با هم تفاهم داریم. منم همیشه کتاب میخونم. آخرین بار چی خوندین؟ غریبه. غریبه؟ یادم نمیاد، اون کیه؟ والا نمیدونم، یادم نمیاد. وقتی زیاد کتاب بخونیم مغز آدم قاطی پاتی میکنه. آره دقیقا همینطوری میشه. مامان من خیلی گشنمه، واسم توست درست کن. پسرم وایستا به جای حساس مستند رسیده. مامان شیره داره آهو رو تیکه پاره میکنه، کجاش هیجان انگیزه؟ تو خیلی میدونی، پاشو واسه داداشت توست درست کن. من چرا درست کنم؟ خودش بره درست کنه مامان. دخترم اون هنوز بچه است، مگه چی میشه واسش درست کنی؟ مگه به دستات میچسبه؟ میچسبه مامان. ببین این مردا بدون هیچ کاری بزرگ میشن، بعدن وقتی ازدواج کنن از زنشون انتظار دارن هر کاری واسشون انجام بدن. این از کجا در اومد؟ مرد مردی میکنه، زنم خانومی عزیزم. آره من پسرم و تو دختری، برو توست درست کن و پاتم جمع کن. ببند دهنه تو، میگیرم میزنم تا. برو. چه خبره؟ دعوا نکنین، خیلی خوب، خودم میرم درست میکنم. شاید باباتونم گرسنه باشه. مامان تو چرا همه کارای بابا رو انجام میدی؟ خودش بره شکمشو سیر کنه. ببینم دخترم، تو اینا رو از کجا یاد میگیری ها؟ باباتون از صبح تا شب کار میکنه. مامان تو هم که تو خونه کار میکنی. به نظرم هر کسی کار خودشو انجام بده. آه واقعا؟ والا برای منم خوبه. از فردا صبح هر کی کار خودشو خودش انجام میده. خودش صبونه خودشو آماده میکنه، باید لباساشو خودش بشوره، در کل هر کی سرش تو کار خودش باشه. اوه آزادی. بیا اینم به خاطر تو. مامان ببین ما گشنمونه، هنوزم بچه‌ایم. به خاطر تو شد، زود باش از اینجا برو. برو.
آفرین به بچه های آبجی، من آبجی واسه منم توست درست کن. خفشو خیلی خوبی بزرگ کردم. اوه توست کی بودی تو؟ شما که اصلا غذاتون رو نخوردین. آره درسته، نخوردم به خاطر هیجانه. نکنه به خاطر قرار با من هیجان زده شدین؟ اگه نبگم میشه گفت دروغ گفتم. انگار شما زیاد با خانوما بیرون نمیرین. نه عزیزم، راستش بار اولمه. منظورم اینه که بار اول انجام میدم به عنوان یه مرد مجرد. بار اولم نیست، اما زیادم نیست. بعضی وقتا، یعنی یه زمانایی بله. ای وای چی شده؟ ساعت 12 شده. خب اگه دیر برگردم خونه پشت سرم حرف در میارن. خجالت میکشم از این چیزا. البته هر طور که شما بخواین. مرد پسرم حساب ما رو بیار، به بچه ها بگو ماشین رو گرم کنن، ما میخواییم بریم. فهمیدی؟ باشه برو. احمد تویی؟ منم آره. احمد این چه مسابقه ایه که تموم نمیشه؟ زنگ زدم جواب ندادی آخه. عزیزم بازی به وقت اضافه کشیده شد، تلفنم تو رختکن بود، زنگ زدی اصلا متوجه نشدم. احمد مثل بچه ها شدی یا چطوری میخوای فردا صبح بیدارشی بری سر کار؟ عزیزم 2 ساعت بخوابم برام بسه، تو اصلا نگران نباش. اوف. وای عزیزم این چه حالیه، نگاه کن غرق عرق شدی. بذار واسه یه حوله بذارم. نیازی نیست، نمیخواد. من الان میرم لباسامو عوض میکنم. مژگان غذا گرم کن، اونجا چرت و پرت خوردم. والا الان معدم درد میکنه، برو یه چیزی گرم کن بخورم. عزیزم واسه گوشت و پلو بذارم؟ آره عالیه، برو بیا. باشه وقتی معدت جنبه نداره چرا بیرون غذا میخوری ها؟ ارزششو داشت، والا خیلی خوب بود. دارم بازیو میگم، امشب تموم گلا رو خودم زدم. آفرین به شوهر من، بیا نوش جونت. مرسی. خیلی خوشمزه شده. نوش جونت. صبح بخیر آمنه. صبح بخیر. بی زحمت آماده کن ببرمش واسه شاهین. چشم خانم. مژگان جون صبح تو هم بخیر. خب میخواستی چی بشه؟ روز از نو و روزی از نو، همه رفتن سراغ کارشون. میخواستم یه چیزی بپرسم. باشه بپرس. توی کروی شکر میریزیم یا نه؟ شاهین تازه داره بیدار میشه، میدونی دیگه، از شب تا صبح با احمد حساب و کتاب کردن. گفتم بیدار شد یه چیز پر انرژی بخوره. تا صبح حساب کتاب کردن؟ چطور یعنی؟ من چه بدونم، حساب بود دیگه. تو چه جور آدمی که از شوهرت خبر نداری؟ مژگان، الو، بگو عزیزم حالا تو شکر بندازم یا نه؟ یکم بریز خوشمزه تر میشه. احمد شما دیشب چی کار میکردی؟ سود خانوم سلام، چطور؟ این زنگ زدم ببینم شب راحت رسیدین خونه. نگران شدم، میدونم که تا جلوی در رسوندمتون، اما مچ پاتون حتما پیچ خورده. به خاطر این نگران شدم. خوبین؟ خیلی خوب، عالیه. منم خیلی خوبم. پس منم بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. به امید دیدار. بای. مژگان چی شده؟ چرا اومدی؟ بچه ها چیزیشون شده؟ همه خیلی خوبن، حال من بده. احمد تو دیشب کجا بودی؟ عزیزم چرا داد میزنی؟ اینجا محل کارمه. احمد جواب بده، میگم دیشب کجا بودی؟
کجا بودم بهت که گفتم مژگان؟ گفتم رفتیم بازی، بعد رفت تو وقت اضافه، همه چی رو واسه تعریف کردم دیگه. اما شاهین که اینطوری نمیگه، به زنش گفته با احمد تا صبح حساب کتاب داشتیم. ها؟ جواب بده احمد، دیشب کجا بودی؟ ها؟ چی کار میکردی؟ احمد جواب بده، چرا حرف نمیزنی؟ چی رو قایم میکنی؟ فهمیدم فهمیدم، شما با شاهین تا صبح دنبال هرزگی بودین. ها؟ من خوشخیالا باش و شوهرم میره با هرزه ها به من خیانت میکنه. مژگان تو داری چی میگی؟ مگه من همچی کاری میکنم؟ چرا شلوغش میکنی؟ به من دست نزن، فهمیدی؟ حق با مادرم بود احمد، من نباید به تو اعتماد میکردم. من میرم احمد، بچه هامو برمیدارم و ترکت میکنم. نه وایسا، باشه باشه باشه، همه چی رو بهت میگم، اعتراف میکنم. پایه یکی دیگه وسطه. آره آره. هست هست، اما من نه. شاهین یه دوست دختر داره. گفتی شاهین؟ آره، رفته عاشق یه دختری شده. اشتباه، اما کاریه که شده چیکار کنه؟ یعنی اومد پیش من، بهم التماس کرد، گفت تو رو خدا منو امشب زیر پر و بالت بگیر. من گفتم برای همچین کاری گردنمو خم نمی‌کنم، اما گفت منو تو این همه سال دوستی، منو قسم داد به کسی نگم. هی گفت من مجبور بودم. مژگان من چیکار کنم؟ عزیزم بیا بشین، فقط آروم باش. بیا بشین، بیا دیگه. دیشب شاهین، متاسفانه با دختره رفتن شام بخورن. نمیدونم، من که رفتم مسابقه اون نیومد، من تمام شب بازی کردم. آره مژگان، خدا لعنتش کنه، ایشالله بمیره. بهش لعنت نفرست عزیزم. میفرستم احمد، میفرستم. باشه بفرست. یه زن مثل دسته گل تو خونش داره، کسافت، ایشالله بمیره. اوف، اینا به ما مربوط نمیشه، بی خیال. اما خواهش میکنم به نیلگون چیزی نگو. باشه؟ نمیگم احمد، چرا باید بگم؟ مگه میشه همچین چیزی رو گفت؟ خدایا ببین چیا سر دختره اومده، بگم یه درد نگم یه درد دیگه. والا خیلی آدم با کلاسیه، از جلو در سوارم کرد، جلو درم پیادهم کرد. اگر رستورانی که منو برد میدیدی چشاد از کاسه در میومد. آدم پول داریه. به گارسونم هرچی گفت هست بیار. اگه آل بود فوقش یه نوشیدنی میخوردیم، همین. خب چی شد تو به اون آدم میگفتی کفدار؟ وقتی شناختمش نظرم عوض شد. دختر در ماشین رو باز کرد تا من پیاده شم. قسم میخورم حس کردم که یه زنم. آل مثل یه سرباز رفتار میکرد، گاف صفت. خب میخوای چی کار کنی؟ دوباره میخوای باهاش بری؟ البته، حتی با این ازدواجم میکنم. آه آه، چرت و پرت نگو سوده، هنوز دو روزه که دیدیش، این حرفا رو نزن. اما آلپو که شناختم چی شد؟ پول خرید یه گیررم نداشت. انگشت حلقم داره میخوره، نکنه واسم حلقه میخره، ایشالله، خدا کنه. خدای شکرت، ایشالله. ببینم کی بهت گفت اینجا تغییر ایجاد کنی؟ ها؟ شما گفته بودین که میتونی. نمیتونی! نمیتونی این کارو بکنی. به من نگاه کن بچه، از این به بعد همچین کاری اگه بکنی حقوقتو کم میکنم. میفهمی چی میگم؟ شاهین! آره؟ گم شو بیرون! خیر احمد، چی شده؟ منو ببخش شاهین، مجبور بودم، اگر نه من آدمی نیستم که دوستشو بفروشه. ببین چند سال منو میشناسی، شده تو به امروز بهت کلک بزنم؟ نه کلک نزدی. این دفعه شد. چیکار کردی؟ دیشب هر کدوم یه حرفی زدیم داداش. من به مژگان گفتم میرم مسابقه، تو به نیلگون گفتی میخوایم حساب کتاب کنیم. آخه توف دروت احمد، مگه میشه بگی مسابقه رفتیم بعدش چی شد؟ ها؟ صبح نیلگون به مژگان زنگ زده، مژگانم اداره اومد. وقتی گفت بچه ها رو بر میدارم و ترکت میکنم، دیگه حق نداری ما رو ببینی. دادش عزیزم، خب گفتم شاهین یه دوست دختر داره. تو چی گفتی؟
گفتم شاهین یه دوست دختر داره. احمد قسم میخورم میمونی رو دستم، مگه این تو کتاب مردونگی هست که من بهت کمک میکنم راه نمایت میکنم بعدشم تو از پشت بهم خنجر میزنی؟ آخه چرا این کاری کردی با هما؟ معذرت خواستم دیگه. چرا این کارو با هم کردی توف بروت؟ به من نگاه کن احمد، خانواده تو مگه با ارزش تر از خانواده خودم؟ نیلگون من الان به نیلگون چی بگم؟ به این فکر کردی؟ به من نگاه کن، اگه نیلگون بخواد منو پشت در بذاره احمد تو رو نابود میکنم. قسم نمیذاره. بیا بشین آروم باش. من به مژگان گوش زد کردم، گفتم هرگز به نیلگون چیزی نگی، نگران نباشی چی نمیشه، مژگان برفم گوش میده. واقعا حرف زدی؟ آره. پس چی دیگه؟ گفتم حرف زدیم، راحت باش. خدا کنه گفته باشی. ناراحتم کردی، خدا لعنتت کنه.